سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک مرغ بریون خیلی خوشمزه به همراه پلو اون. موادی که برای درست کردن مرغ بریون احتیاج داریم عبارتند از یک عدد مرغ کامل، 5 حبه سیر رنده شده، 1/4 پیمانه روغن زیتون یا روغن مایع معمولی و ادویه های مرغ شامل 1 قاشق چایخوری پودر پاپریکا، نصف قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری پودر زیره، 1 قاشق چایخوری اورگانو و به مقدار لازم نمک. و مواد لازم برای پلو اون عبارتند از 3 پیمانه برنج و ادویه های برنج شامل 1 یا 2 عدد چوب دارچین، 3/4 عدد برگ بو، به مقدار لازم نمک، 1 قاشق چایخوری پودر تخم گشنیز، نصف قاشق چایخوری زیره، 1/3 قاشق چایخوری پودر فلفل سیاه و 4-5 عدد هل. دوستان عزیز، در ابتدا داخل 1 کاسه 1/4 پیمانه روغن داشتیم. اونو داخل کاسه میریزیم و بعد تمام ادویه هایی که مربوط به مارینت کردن مرغمون میشد رو بهش اضافه میکنیم. و همینطور سیرهایی رو که خورد کرده بودیم و یا رنده کردیم بهش اضافه میکنیم. حالا تمام مواد رو با هم دیگه خوب مخلوط میکنیم. حالا مایه رو کنار میگذاریم. حالا نوبت برش زدن مرغمون میرسه. مرغ رو بعد از اینکه تمیز کردیم و خوب شستیمش، اون رو به صورت پروانه‌ای برش میدیم. امروز قراره که من مرغ بریون رو به روش پروانه‌ای درست کنم. خب برای این کار از قسمت مهره‌های پشت مرغ اون رو نصف میکنیم. به این صورت حالا قسمت تیزی سر بال رو میگیریم حالا این قسمت قزروف وسط سینه رو 2 تا برش کوچیک با چاقو میدیم که آزاد بشه. حالا دوباره مرغ رو بر میگردونیم، قسمت سینه رو فشار میدیم تا کاملا تخت بشه. به این صورت. خب مرغمون آماده شد، اون رو کنار میگذاریم. خب حالا نوبت مزه‌دار کردن مرغمون میرسه. مایه ای رو که از قبل آماده کرده بودیم به وسیله یه دونه براش از این مایه روی تمام قسمت‌های مرغ رو آغشته می‌کنیم.
بعد از اینکه تمام مرغ رو به این مایه آغشته کردیم، روی اون رو میبندیم و برای حداقل 2 ساعت اون رو داخل یخچال قرار میدیم تا مرغمون مزه بگیره. البته این مدت زمان اگر بیشتر باشه خب خیلی بهتر هستش. من این کار رو انجام میدم، برمیگردم و فیلم میگیرم. خب عزیزان، حالا توی ظرفی که قراره اون رو داخل فر بگذاریم، 3 پیمون برنج داشتیم که اون رو میشوریم و داخل این ظرف میریزیم. و تمام ادویه هایی رو که مربوط به دمی ما میشد بهش اضافه میکنیم. اون رو مخلوط میکنیم. حالا آب رو به برنج اضافه میکنیم. معمولا برای هر پیمون برنج 2 پیمون آب رو در نظر میگیریم. و کمی هم روغن مایه بهش اضافه، در حدود 2-3 قاشق. به این صورت برنج ما آماده میشه. خب حالا وایر رک داریم، وایر رک رو روی ظرفمون میذاریم و مرغی رو که گذاشته بودیم توی یخچال و مرغمون کاملا مرینیت شده، اون رو روی وایر رک قرار میدیم. به این صورت. دستکشامو درارم. حالا یه دونه کاغذ روغنی رو روی مرغمون میدیم و روی کاغذ روغنی پایی میکشیم رو داخل فر که از 20 دقیقه قبل اون رو روشن کردیم و کاملا گرم شده قرار میدیم. درجه حرارت فر باید روی 350 درجه فارنهایت یا 180 درجه سانتیگراد باشه و مدت زمان پخت اون هم معمولا بین 1 تا 1 ساعت و ربع هست. البته چون درجه حرارت فرهای مختلف با هم دیگه متفاوت هست، زمان پخت هم میتونه متغیر باشه. خب من این مرغ رو داخل فر قرار میدم، برمیگردم و در خدمتتون هستم. دوستان عزیز، من مرغ رو از داخل فر بیرون آوردم. خب مرغمون الان کاملا پخته شده، حدود 1 ساعت و ربع زمان برد و مرغ آماده شده. حالا من برنج داخل اون هم بهتون نشون بدم. این هم از پلویی که آماده کردیم. ببینید که چقدر عالی شده، فوق‌العاده شده و عطر و بوی اون هم
بی نظیره. خب حالا یه مقدار دیگه مرغ رو داخل فر قرار میدیم. البته این دفعه احتیاجی نیست که روی اون رو ببندیم، روی درجه گریل میذاریم برای 5-6 دقیقه تا روی مرغمون هم زیباتر بشه. با درجه گریل حدود 5-6 دقیقه. خب من حدود 6 دقیقه دیگه مرغ رو داخل فر قرار دادم روی درجه گریل و همونطور که میبینید چقدر زیبا شد این مرغ. مرغ بریونی که امروز آموزش دادم فوق‌العاده خوشمزه هستش و توصیه میکنم که حتما این مرغ بریون رو به همراه پلوی اون که خدمتتون نشون دادم حتما درست کنید. مطمئنم که خیلی خوشتون میاد. خب من این مرغ رو با پلوی اون داخل یک ظرف سرو میکنم، برمیگردم و تقدیمتون میکنم. دوستان عزیزم این هم از مرغ بریون امروزمون با پلو معطر که به همراه اون پختیم و آماده شو تقدیم میکنم به همه شما دوستان عزیزم. امیدوارم که این مرغ خوشمزه رو آماده کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. لطفا برنامه های من رو بین دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید و اگر بیننده بار اول برنامه من هستید لطفا سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه و یک غذای دیگه، خدا نگهدار.